What's going on guys؟ چطورید بچه ها؟ فرشاد سالت هستم. خوش اومدید بعد از مدت ها بابا پوریا. چطوری پوریا؟ خوبی؟ قربونت برم. قدم نورسیده کلی مبارک باشه پوریا پوتک. انشالله که همیشه در کنار هم خوش و خرم و سالم و سلامت بتری کنی. مرسی زیبا. ریچ عرب. ریچ عرب. یه میمی اومده بیرون میگن که مثلا ریحانا با 70 میلیارد دلار ارزش مالی اس بچه‌ش گذشته رضا. پوتک با 70000 دلار گذشته ریچ. باحال بود ولی خیلی باحاله. عرب، کانادا، ایران، اوکراین، آلمان حامله شده زنم با... اصلا قشنگ منتخب جهانه بچه. چالش وجیو ردر داریم امروز. دو تا گزینه داریم که از بین اون دو تا حتما باید یه دونه‌شو انتخاب کنی. بچه ها یه ویدیوی دیگه همزمان شاید هم حالا با اختلاف یکی دو روز اینور اونور ولی تو کانال پوریا هم حتما برید سر بزنید. یه ویدیو دو تایی دیگه هم گرفتیم اونم حتما ببینید. جفتمون هم ساب کنید، لایک ویدیو هم یادتون نره کامنت. خلاصه بهتر کنید دیگه. خیلی ستون دارم بدون معطلی بذار بریم سراغ ویدیو. Let's go. دوست داری این قابلیت رو داشته باشی که 10 دقیقه آینده رو ببینی یا 150 سال آینده رو ببینی؟ 10 دقیقه آینده. خب چرا؟ خواهی چیکار کنی باش؟ ببین خیلی فایده داره دیگه تو تصمیمات و کارات و بجز بت زدن چه سود دیگه داره حاجی؟ آخه تو بت زدن هم سود نداره چون اگه تو بتو بزنی مثلا فوتبال هم باشه 90 دقیقه است. یه سری بازی ها هست که مثلا دقیقه 80 یه تیمی 2-0 عقبه. خب بسوزه پدر تجربه و آدز 2-2 شدن مثلا خیلی پایینه ولی پولتو 100 برابر میکنه و تو میدونی 10 دقیقه بعد اون تیم مقابل دو تا گل میزنه و مساوی کنه. پس تو هم 10 دقیقه رو انتخاب میکنی دیگه. درس نه برای بت زدن ولی 150 سال آینده حالا به چه دردت میخوره الان؟ ولی 10 دقیقه آینده یه وقت تو خیابون داری میری میخواد یه تصادفی رو خوده یه بچه‌ای میخواد رد شه پری جلوشو میگیری و جونشو نجات میدی. دوست داری که امروز یه عشق واقعی به دست بیاری خوب. یا اینکه سال بعد یه لاتاری برنده شی؟ من عشق واقعیمو به دست آوردم لاتاری. نه فرض کن که تنهایی، هنوز آشنا نشدی با کسی، تنهایی مجردی، فقط پول، فقط چیزایی چه؟ آره منم قبول دارم، منم میگم که اون لحظه مجردی و هیچ اتفاق عشقی برات نیفتاده و هیچ کم تو زندگی نیست، 100% لاتاری رو انتخاب میکنی. یه لاتاری میگیری هر شب میری استریپ کلاب. بابا شدی خجالت بکش. نه خب اینا در عین مجردیه. 5 سال توی زندان باشی یا اینکه 1 دهه یا همون 10 سال تو کما باشی؟ آجی کما باشم. واقعا؟ آره چون من تو زندان سیگار آزاده یا ممنوع؟ آزاده دیگه، اونجا با دست به دست میکنن. خب تو آزاد زندان باشم. نه آجی کما باشم، زندان خیلی سخته. من 5 سال زندان رو انتخاب میکنم چون 10 سال کما هم واقعا بدنت پیر میشه، هم 5 سال زندگی تو از دست دادی و اینکه به سیستمای بدنت و اعضای بدنت هم خیلی آسیب میرسه تو 10 سال کما. من نمیدونستم کما مگه آسیب میرسونه. آره دیگه، تو بدن تحلیل میره، همش با سرم باید بهت غذا بدن، با آب میره تو بدنت. ترجیح کما رو باید خودم بدم. حالا اونا رو ول کن. نه اوکی و همون کما. تمام کسایی که میشناسی ذهنتو بخونن یا اینکه همه به هیستوری اینترنت دسترسی پیدا کنن، یعنی بتونن هیستوری جایی که تو نت میری، سایتایی که گشتی یا هر چیزی تو نت دیدی از ببین. الان به بعد دیگه درسته؟ نه همین اسمش هیستوریه، یعنی الان برن تو هیستوری نتت. آجی جفتش گوه، جفتش گوه. نه برن تو هیستوری نتم آجی ذهنم. آره منم برن تو هیستوری نتم، یهو من یه چیزی که اصلا از تو ذهنم رد شده رو بخونه همونو اعدامم هم میکنن مثلا. آچی واقعا این گوگل اینا به نظرتون واسه شوخی هم که شده میرن بعضی وقتا هیستوری آدم ها رو ببینن؟ میتونن ببینن ولی آخه این همه آدم مثلا رو کیوزر کی کلیک کنن برن ببینن زن. چرا شاید مثلا برن هیستوری چرا دریک رو ببینن؟ آره مثلا هیستوری همینو میگم. جاستین بیبر رو ببینن مثلا، هاو تو میک لوف وید هایلی بیبر. دهنت سرویس. دور از جونت کورشی یا اینکه حافظت رو از دست بدی؟ حافظم رو بره گم شد از دست بدم. آره واقعا کی دوست داره سایتش رو ایدش رو از دست بده؟ جدی
منم نیستم واقعا وحشتناک. حال به جهنم، حافظت رو از دست دادی، از اون به بعد دوباره جدید مثلا میاد. زیر یه آفتاب داغ کار کنی یا زیر سرما؟ حاجی زیر آفتاب داغ. آره حاجی آفر، من اصلا سرما رو نیستم. سرما واقعا بده، خیلی ناجوره. ببین واقعا من حاضرم عرق کنم بمیرم اگر، ولی سردم نشه استخونام بترکه. آره سرما خیلی بده. چیکار میکنی کانادا و برف؟ والا من عادت دارم دیگه، من اوکراینم بودم همین بود دیگه، سرد بود. ولی تابستونای این کشورها بیش از حد گرمه. حالا به دبی نمیرسه قطعا. منم سوئد بودم، تابستوناش واقعا خفن بود، خیلی هم خوشگل و هوا خوبه، ولی دوم ما دیگه، دوم ما همش. کلا دو فصل دیگه کانادا جی. 9 ماهش تو برف خار مادری، 3 ماهش میاد. سال 12 ما بود دیگه. آره 12. دوست داری که یه خدمتکار داشته باشی خصوصی یا یه آشپز؟ آجی آشپز. آفرین. یکی باشه همیشه غذات آماده باشه. وای وای. حالا مید می‌خوای چیکار؟ خودت لباساتو جمع می‌کنی، کاراتو می‌کنی دیگه. واقعا خوبه آشپز. ولی آشپز که همیشه غذات آماده باشه، رژیم درسته، چه حالی میده. من مطمئنم اگه آشپز داشتم که یه موقع غذامو می‌آورد، واقعا خیلی لاغر می‌شدم. تو رژیمم خیلی تاثیر داشت. آره منم خیلی گنده می‌شدم. همیشه 10 دقیقه دیر کنی یا 20 دقیقه زودتر برسی؟ حاجی من عادی دیر میکنم، همه هم دستم شکارن. واقعا دوست دارم این اخلاق گم و ترک کنم و 20 دقیقه زودتر. پس آره من همیشه دوست دارم 20 دقیقه زودتر باشم، چون همیشه واقعا هم تو قرارا خیلی استرس دارم. نه قرارای مثلا اینکه ویدیو میذاریم اینا، نه اگه قرار باشه برم کسی رو ببینم بیرون اینا، قرارای لایف خیلی خیلی، یا مثلا نیم ساعت سه رو زودتر میرسم، یا مثلا سر پرواز و سه ساعت و نیم زودتر فرودگاه. گفت فرودگاه، منم مثل تو هم. منم قشنگ 4 ساعت 3 ساعت و نیم زودتر، قشنگ استرس میگم یا وای نکنه الان تصادف شده باشه، نکنه نرسم، نکنه من تو فرودگاه میرسم 2-3 ساعت تو فرودگاه اینجور. آره خیلی بده. تو پروازم برسه. دریا رو بیشتر ترجیح میدی یا استخر رو؟ دریا. من خودم استخر. دریا واقعا خطرناکه این یک. بعد شن و ماسه‌ای میشی، کسی از همه تو سوراخات شن میزنه بیرون. ولی در عوض تو دریا رو بیشتر دوست داری؟ آره دریا خیلی بالتر. من خودم از آب دریا میترسم واقعا. ولی در عوض چی میخواستی بگی؟ به نظر من نگم بهتره. پری دریایی میبینی ها؟ پری دریایی بیشتری میبینی تا تو بستم. دکمه پاز داشت زندگیت یا اینکه دکمه رو به عقب داشت؟ رو به عقب داشت. پاز به چه دردی میخوره دیگه، اصلا یه تری زدی دیگه، ولی ریوایند رو میتونی حداقل برگردی عقب. خب پازم به یه دردی میخوره دیگه. به چه درد؟ تو لحظه های خوشی مثلا خواستی رومانتیکش کنی؟ نه مثلا همون لبه استخ. آها با اون چیزی که نمیتونستی بگی. آره. اونو پاز میکنی. اونو پاز میکنی، انجامش میدی پلیز. انجامش میدی و خوبه. نمیدونم چه کاری منظورش ولی. نه دیگه بستنی خوردن. دیگه هندونه نخوری یا اینکه از این به بعد فقط تو همه غذاات هندونه هم باشه؟ نه هیچ وقت هندونه نخورم، با اینکه عاشقانه عاشق هندوانه. هندونه دوست داری نه؟ آره. من برام یه میوه عادیه، منم انتخاب میکنم که هندونه نخورم هیچ وقت. فورس تو ایت واترمیلون وید اوری میل، با همه غذاهات هندونه بخوری، برو گم شو، مثلا پیتزا و هندونه بخور. این که هر موقع یه کاغذی و ورق میزنی انگشتتو ببری باش، خب، یا اینکه هر بار که غذا میخوری زبونتو گاز بگیری؟ درک انگشتم. من زبون. یه گاز میگیری تموم میشه میره، این میسوزه، زخم میشه، بعد هر روز با این سوزشه، وای بدترین سوزش دنیاست، سوزش با برش کاغذ. وای ببین من اصلا دوست دارم زبونم گوز کنی، چون داری اشتباه آنالیز میکنی. ببین یارو میگه هر بار که غذا بخوری، نمیگه هر وعده، یعنی هر قاشقی برنج که میری بالا یه گاز میزنی. نه دیگه نمیشه every time you eat. آره؟ یعنی که هر وعده غذایی، نمیشه every single bite یا every single spoon. انگشتمو میبرم. پس فکر کنم اصلا با کاغذ از اینا سر کار نداری که بخوای. نه زیاد اصلا. ولی انگشتم ببرم بهتر. ولی من شده انگشتم با کاغذ ببرم، واقعا درد. دوست داری که میخوای بری سر کارت با پاشنه دار بری یا برعکس رانندگی کنی و بری؟ اگه برعکس رانندگی کنم چجوری میرسم به سر کار؟ من مثلا یه دنده عقب بری، هر ریسکی رو باید بپذی، یا اینکه با پاشنه دار بپوشی؟ چه سوالی آخه. نه برعکس رانندگی کنم. برعکس رانندگی کنی؟ آره. نیستم من، چه یه مسیر طولانی باشه کلش، بعد پلیس میگیره جرت میده ماشینتو میخوابونه، من همون با پاشنه دار میرم سر کار راحت. یه دو تا لق میزنم، ولی حداقل دیگه اینجوری نیست که جونم در خطر باشه و پلیس بگیرتم. آبروت چیکار میکنی؟ طوری نیست آقا، جونم در خطر، مجبورم اینو بپوشم.
اوکی. آقا یک سال توی جنگ زندگی کنی، تو تجربه جنگ هم داشتی پوری یا پوتک؟ یک سال تو جنگ باشی یا یک سال تو زندان؟ بابا من تو جنگ، من اصلا از زندان بدم میاد، نمیتونم. حاجی ولی خب جنگ ریسکیه دیگه، یعنی هر لحظه ممکنه یه خمپاره بخوره زیرت، خدای نکرده جونتو از دست بدی، ولی تو زندان سیفی. ببین من نمیتونم تو زندان باشم، من چون یه بارم افتاده بودم تو ایران، اصلا نمیتونم، حالا بد میشه. آره خب پس هیچی، پس تو فکر کنم 3 سال جنگم بود با 1 سال زندان، 3 سال جنگ رو انتخاب میکردی؟ 10 سال جنگم بود با 1 سال زندان، 10 سال جنگ. وای خیلی از زندان بودی بود. تو زندان کجا بودی؟ این سوال خیلی رومانتیک و احساسیه، قبل پارتنرت بمیری یا بعدش؟ بعد از 300 سال قبلش. قبلش، منم قبلش واقعا. من از این آدمام که فکر نکنم مرگ عزیزانم رو تحمل کنم. آفرین، واقعا خیلی بده، واقعا خیلی بده. قابلیت رو داشته باش که هر چیزی که گفتی اون لحظه همون موقع برگردونی، یعنی انگار که طرف نشنیده. آب. یا تمام مکالمه هایی که راجع به تو انجام میشه رو بتونی بشنوی. وای دومیه. آره آفرین، دومی خیلی حال نه. من اصلا هیچ وقت اینجوری نیستم که، آخه من آدمی ام که حرفی که میخوام بزنم خیلی فکر میکنم، حتی اگه مثلا تو دعوا باشم یا حالا توی جر و بحث باشم اینا، سعی میکنم که خیلی حساب شده حرف بزنم، واسه همین منم دومی رو انتخاب میکنم. دوست دارم هر چیزی هر جایی که راجع بهم میگن رو بشنوم. علی احساس میکنم 90 درصد دوستامونو از دست میدید. آفرین پاری کرد، چه حرفی زدی پوریا پوتک. سوسماست پوریا پوتک. گوشت دوست داری؟ آره میخورم. خیلی دوست داری یا نه؟ نه اصلا خیلی دوستم. آها خب پس بگم گزینه یک رو انتخاب کن. خب بپرسه بیرم شاید بعدیش فرد. اینه که اگه خواستی گوشت بخوری خودت باید شکار کنی و بخوری، یا اینکه اصلا دیگه کلا گوشت نخوری؟ نخورم، من زیاد رو گوشت چیز نیستم، ویجیتریان نیستم، ولی گوشت زیاد رو گوشت چیز نیست. ولی مرغ بیشتر هستی نه؟ آه مرغ خیلی زیاد. اگه این گزینه مربوط به چیکن بود قبول میکردی که هر مرغی خودت بکشی بعد بخوری تا اینکه دیگه مرغ نخوری؟ آره ولی نمیدونم. آره. ولی امکانش خیلی بیشتر از گوشت است. گوشت واقعا. آره بیشتر از گوشت. آره. منم ترجیح میدم گوشت نخورم دیگه واقعا. گزینش برای مرغم بود، مرغم نمیخورد. گوشت به جاش میخورد. هر کدوم بود اون یکی رو میخورد. میگه که تمام دوستاتو از دست بدی ولی بی اف افت برات بمونه، یا بی اف افتو از دست بدی ولی تمام دوستات برات بمونه. ببین آخه همه دوستام از دست بدم کانکشن ها از بین میره. خب دیگه یکیشو انتخاب کنی الان، بین بهترین دوستت و بقیه دوستای معمولیت، یا دوستای معمولیت و بهترین دوست، یکیشو انتخاب کن. ببین بی اف اف جزو خانواده نمیشه دیگه مگه نه؟ نه نه ربطی نداره. ببخشید عزیزم ولی تو رو از دست میدم و آره منم همون بی اف اف، چون دوست خیلی خوب زیاد دارم، میدونی چی میگم؟ آره منم دارم دوست خیلی خوب. دوست خیلی خوب خیلی زیاد دارم، ولی حالا اون یه دونه که درجهش بیشتره فکر نکنم بی ارزه که مثلا تمام اون دوست خوباتو از دست بدی، میدونی چی میگم؟ بعد میدونی چی قبول داری؟ آره بعد دنیا هم دنیای بدیه، یه آدم داداشش هم میخوره به خدا میگه. یهو همون وقتی دوستاتو گذاشتی به خاطرش کنار، همون میکشه زیرت. یه دونه سینه، یه دونه سرسینه اضافه تر داشته باشی، یعنی سه تا داشته باشی، یا یه دونه انگشت شست پا اضافه تر داشته باشی؟ من پا رو انتخاب میکنم. یعنی این وسط هم سینه باشه؟ آره اصلا یه نوک سینه اینجا زده باشه بیرون. چرا گوگلیه که من سینه رو انتخاب میکنم. سینه این که مثلا یه جایی او باید بولیزه تو در فراینه، ولی اون تو کفش و جوراب و ایناس پیدانی، به اینا فکر نکردی؟ حاجی بالاخره یه جا هم باید جوراب تو در بیاری. خب باشه ولی این خیلی اینجا تو چشتره تا شست پا. آ خیلی خوبه، میتونی مدل گوچی شی. سه تا داشته باشی میشه مدل گوچی شی؟ خدا گوچی همه مدلاش عجیب غریبن دیگه، چاق خیلی زیاد اون اینجوری میری کلی هم پول در میاری. سه تا سینه هم داری. به قضیه بیزنسیش راستش فکر نکرده بودم. 25000 دلار خودت ببری یا دوستت 100000 دلار ببره؟ خودم ببرم. منم میگم خودم ببرم. اگه دوستم نستس میکنه 100000 دلار. آفرین. نه دیگه اینو به یکیشو باید انتخاب کنی. اون هیچی بهت نمیده. 25000 دلار خودم میگم. اگه مینوش پارتنرت 100000 تو ببره، گفتم آره. بعد میگرفتم. نه واقعا منم میگفتم آره. آخه میگیری ازش دیگه. دقیقاً همینا. آره دیگه. آخه میدونی هر چی که پارتنرت به دست بیاره واسه خودتونه. آره دقیقاً. آقا دور دنیا رو مجانی سفر کنی واسه یک سال، یا 50000 دلار بهت بدن هر جوری
دوست داشته باشی خرج کنی. 50,000 دلار بده. اشتباه می‌کنی دیگه. آخه من اصلا آدم سفری نیست. داداش یک سال کل دنیا، یک سال یعنی 365 روز مسافرت کل دنیا رو مجانی با تمام خرجیاش می‌چرخی. حداقل 100 150,000 دلار خرجشه. 100 درصد 100,000 تا خرجش است. آره. حداقل 100,000 تا یعنی هتل داغون بری و ویلیتای ارزون بخری. نه، پول. 50,000 دلار رو می‌گیری؟ من نقدو می‌گیرم، مسیه رو میدم. بعد میگه بعد اسپند کنی تو همون یه روز چی میخری بعد خرجش کنی. آها اسپندش کنم. بعد چی میخوای بذاری تو جلو تاخچه بعد اسپند کنی دیگه. یه موتور خفم. ولی من سفر رو انتخاب میکنم. یک سال سفر مجانی عشق و حال. یعنی دیگه بعدش هیچ جا دلت هیچ جا نمیخوای بری تموم. بی بقیه پولاتو سیو میکنی. سفرم حال میده ولی واقعا. ولی نه. آره خدایی سفر حال میده. جدی. تمامه. شورتای مصرف شده رو بخری یا تمام مسواکای مصرف شده؟ شورت. شورت مصرف شده قابل تحمل تره چون مسواک کثیفه به هر حال راه دهان و اینا. آره خیلی تو دهن بد. اونو حداقل یه زیگیل میزنی ها. میشوریشون دیگه. آ میشوریشون چون مسواکو هر چقدر بشوری باز دلچرکی بش. اصلا مسواکو تو بایتکس هم بریزی من دلچرکی نمیش. آفره ای چون اون خمیر دندونایی هست که میره اون ته میچسته. آره آره. اونا گو تو خیلی هاش اختلاف نظر داشتیم. قبول داری فکر کنم 50-50 بود. اینجوری نبود که مثلا 70-80% عین هم بگیم. خیلی باحال بود. مسافرته. دریاه. اگه دقت کنی چیزایی که مربوط به بیرون و سفر و اینا خیلی اختلاف نظر داشتیم. آره دقیقاً. دقیقاً. بچه‌ها دمتون گرم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم کلی حال کرده باشید. بچه‌ها یه ویدیوی دیگه با پوریا گرفتیم توی کانال پوریاس. حتما اونم برید ببینید. جفتمون رو ساب کنید، اینستاگرام رو فالو کنید. بازم با واشدن پوریا پوتکو تبریک میگیم بهش. ان شاءالله که همیشه سالم و سلامت در کنار خانواده‌ت بره کنه. به زودی با ویدیوی بعدی میبینمتون. فعلا پیس.